زهرای 30 ساله باشنده ولسوالی گذره هرات یک عضو مهم بدنش را از دست داده. در حمله انتحاری نه، بلکه به خاطر قرضداری. می گوید گرده چپش را 2 ماه پیش در بدل 200,000 افغانی فروخت و جان شوهرش را خرید. اینا رفتیدم به ایران رفتیدم می تنگا کنیم دست قاچاق بر اینگا کنیم گرفته دی بودم و اینا چی شده بودم گروگان بمونده بودم اینگا کنیم به خاطر این خرج به چکاخ و چیزی مجبور بودم خرج به چاخ بودم چیزی اینگا کنیم مجبور بودم که جمع کنم از این به حساب شناس دارم اینگا کنیم بستانم پول مولی بودم که این پیاب چاه رو اینا خلاشن بیاره اینگاه کنیم به همون واسطه اینگاه کنیم مجبور شدم دست به همچین کاری بزن. شوهرش عبدالسلام از ایثارگری زهرا میگوید زن ما برف از می جلویتر خود گرده خور بداد مر نگ دیش که گرده خور بدم دگر نمی وقت از می واسط مجبوری دگر. عملیات جراحی زهرا در هرات انجام شده. خونه لقمان حکیم هم کار کرد. بگیم که کی عملیات کرد شما؟ دکتر آیرنی ها اینا بودم که نگاه کنیم عملیات انجام بودم. دکتر فرید احمد ایجاز مسئول شفاخانه لقمان حکیم و متخصص جراحی عمومی است. او میپذیرد که چندین عمل پیوند گرده صورت گرفته ولی خرید و فروش گرده را کاملا رد میکند. پیش ما تا کسی به خاطر مراجعه نکرده یک تعداد اندک هم اگر آمده بودم ما اون را پس جواب دادیم که این کار برای مرتبط نمیگیره. وزارت صحت عامه افغانستان خرید و فروش اعضای بدن انسان را غیر قانونی می داند. یک مقام این وزارت می گوید لایحه‌ای که طرز العمل پیوند اعضا را روشن می کند زیر بحث است. معلوم نیست این لایحه کی به قانون مبدل می شود. زهرا هم نمی داند. آنچه را می داند خبر بد است که دکتران در شب عملیاتش با او گفته بودند. همی عملیات انجام میشد میگفتن که به حساب تو در آینده دیگه صاحب اولاد نمیشی